سلام رفقا، و داستان در مورد اینه که چرا من آیفون خریدم. مسعود اینجاست و این چنل بی پروه. خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب داشته باشید. نمیدونستم این چند وقته چه گوشی بخرم. یه چند تا گوشی و مد نظر داشتم ولی در نهایت رفتم سراغ اپل. من سالیان سال یه دونه سامسونگ S8 دارم، دیگه متلاشی شده، الان عکسش هم دارید میبینید، دیگه تقریبا داره میریزه، هیچی ازش نمونده. ولی اینکه چرا نرفتم دوباره سراغ سامسونگ، به خاطر اینه که الان پرچمدار سامسونگ S23 اولتراه که من نمیفهممش. یعنی مثلا چرا باید یه گوشی با لبه های کرو پن داشته باشه و توی فضای حد اکثری مثلا 4-5 اینچ که دست شما تکیه گاه نداره اصرار داشته باشه که شما نوتش کنی؟ به عنوان یه حالا مثلا دیوایس نوت هم ازش استفاده بکنی؟ بعد اصلا نمیفهمم. طراحیش به مراتب از اپل بهتره، هم 13 هم 14، ولی دیگه سامسونگ اون چیزی نیستش که آدم بخواد دوستش داشته باشه. ترجیح میدم اگر یه روزی بخوام دوباره یه گوشی اندرویدی داشته باشم، یا اگه کنار این گوشی بخوام یه دونه گوشی اندرویدی داشته باشم، اینو که برم مثلا یه گوشی شبیه ناتینگ بخرم، یه طراحی متفاوت، کلی حرف واسه گفتن، و اینکه تنها گوشی اندرویدیه که سالی یه دونه مدل بیرون میده و این کاملا تفاوت ایجاد میکنه و یه یو آی اینترفیس بی نظیر. اصلا در مورد ناتینگ نمیشه، اصلا بین اپل و ناتینگ مونده بودم که رفتم آیفون خریدم. و آیفون 14 که رجیستر هم نمیشه، ولی باز ترجیح دادم آیفون بخرم. و فکر میکنم، حداقل من اینطور فکر میکنم که توی جزئیات تصویر و حالا ویدیوهایی که شما خیلی سینماتیک میگیرید، قدرت سنسور و پردازنده اپل به مراتب قوی تر و کارآمدتر از سامسونگ فعلی هستش. و نمیدونم، با این روندی که سامسونگ توی فلگشیپراش داره پیش میره، احساس میکنم کامل دیگه داره بازی رو میبازه. و مثل اون زمانی که S8 رو داد بیرون، دیگه اون ظرافت لازم رو هم حتی نداره. تو طراحی پشت گوشی ها غیر از ناتینگ فون هیچ گوشی رو نه دوست دارم و نه قبول دارم. یعنی مثلا احساس میکنم پشت مثلا گلکسی S23 اولترا گاز 5 شعله است، پشت آیفون 13 و 14 پرو گاز 3 شعله است. یعنی مثلا مثلا واقعا دیگه طراحا از طراحی، نمیدونم، یا طراحی پشت گوشی ها اهمیت لازم رو نداره و اون رو قربانی پرفورمنس میکنن، یا اینکه اصلا توانایی یک طراحی درست واسه پشت گوشی ها رو ندارن. حالا بگذاریم، ولی کلن بازار گوشی بازاری نیستش که من نه ازش خوشم بیاد و نه اصلا خیلی گوشی واسم اهمیتی داشته باشه، چون حتی عکاسی هم با گوشی نمی کنم. اینجا یه دونه از این نخا داره، شما اینجوری میکشیش اینا کنده میشن. اپل دیگه آنباکس نداره که حالا نمیدونم یه سری آدم ها با ذوق اپل آنباکس میکنن. این مثلا این اپل چیز خاصی توش نیست. در گوشی رو باز میکنید، یه گوشی توشه، همین، چیز خیلی خفنی نیست. یه دونه ماسمسک داره، حالا خیلی بهتون حال بدن یه دونه مثلا واسه تون از این کابلای تایپ سی به لایتینگ اپل واسه تون بذارن که خرسند بشید. یه سری هم کاغذ و از این تگا و این آتشخالا، چیز خاصی نیست. و یه دونه جعبه آیفون 14 پرو. حالا تا سعی کردم که مکس نگیرم، چون من اصلا از گوشی های سایز خیلی گنده خوشم نمیاد. بعد یه دونه از اینا داره، گوش نه همه میره، اینا
میکنی از جلوشو، یه دونه آیفون 14 پرو با ناچبار جدید توشه. گفتم در جریان بذارم که بدونید چرا نرفتم سامسونگ بخرم. خیلی هم از آیفون 14 پرو کلن واسه هم خیلی چیز خفنی نیست، اصلا گوشی خیلی چیز خفنی نیست. دمتون گرم ویدیو رو نگاه کردید و کلی زور زدم اتاق رو تمیز کردم واسه اینکه همین 2-3 دقیقه ویدیو رو بگیرم و ببینید که کلن خیف اون لحظه ای که میخواید آیفون آنباکس کنید هیچ چیزی نیست، در یه جعبه رو وا میکنید توش یه گوشیه. دمتون گرم تا ویدیو بعدی.